اینجا تنها کمپیه که معتادت میکنه. پنکیک‌های دهیانی ژاپنی برای اولین بار در ایران در کمپ مزه. تمام غذای ما بدون اغراق با عشق درست میشه. این چاقویی که میبینی دستمه 12 سال سابقه کاری داره. خط قرمز من اینه که دست به چاقو من بزنم. من باید طعمیو بدم که طرف تو خونش نتونه درست کنه. آدم دو همیشه دو میمونه. اگر من این غذا رو نزنم 2 روز بعد حواسش نکنم تو منوم نمیارم که این دیته ارزون و با کلاس تموم شه. یه ذره بزنیم به این سوسه. دلت خواست؟ اون نصفه رو گذاشتم برای خودم. اون گازه بعدش میترکه، اصلا بی نظیر. میدونستی کش پنیرم مثل ترشی میمونه، باید به دست بیاد. همین پنیر رو بدم دست تو نمیتونی اینجوری کش بیادی. اگر شما دوست داری دروغ بشنوی جاش اینجا نیست، حداقل تو کمپ مزه نیست. من با افتخار باهارا گفتم، بازم میگم از دم سینک ظرفشویی کارمو شروع کردم. تو در قبال ارزشی که خلق میکنی لایقی پول بگیری. بریم تا براتون یه معرفی کامل از محصولات کرنداگای کمپ مزه داشته باشیم و کمپیرهای ترکیه‌مون که همونطور که میدونید کرنداگ‌ها پرطرفدارترین غذای استریت فود کره است که اصالت آمریکایی داره و برای اولین بار تو ایران از سال 1400 کمپ مزه زد. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره، چون این کلیپی که الان میبینید و هیچ جایی تو تبلیغات ما هم تا حالا ندیدید. چرا میگم لایک و سابسکرایب؟ چون کلی اطلاعات مخفی توشه، تو هیچ کدوم از کلیپ‌های تبلیغاتی نگفت. این پنیری که میبینی از هر 12 کیلو شیر گاو جرسی هلندی 1 کیلو از این پنیر رو به ما میده. بریم که آماده سازیش کنیم. این چاقویی که میبینی دستمه 12 سال سابقه کاری داره. فکر کنم یه 18 سال دیگه باید بازنشست بشه. از بس تیز شده. از روزای اولی که من آشپزی میکردم این یار غار من بوده. تو هر رستورانی که کار کردم از اول که میرفتم سر کار دوست داشتم چاقو خودم داشته باشم و همیشه همکارای من میدونستن خط قرمز من اینه که دست به چاقو من بزنم. هنوزم همین. خب الان این آیتمی که دارم براتون میزنم یکی از پرطرفدارترین و اولین آیتمای کمپ مزه بود که ما با این ترند شدیم و حدود 1 سال من رو این تحقیق کردم که یه پنیر رو چجوری باید بپزیش که هم خوشمزه باشه، هم این حجم در اثر سرخ شدن احساس ترشی، ریفلکس و حس بد و سنگینی رو به مشتریت نده. بذار یه نکته مهم بگم برای کسایی که میخوان وارد این صنف بشن. داداشای گلم، خواهرای گلم، یادتون باشه وقتی ما داریم آشپز میشیم و یه کانسپت غذایی را میندازیم، همیشه عقیده شخصی خود من این بوده تو در قبال ارزشی که خلق میکنی لایقی پول بگیری. من باید طعمیو بدم که طرف تو خونش نتونه درست کنه، هم متریالم، هم موادم، هم کاستم. اون چیز همیشگی و کپی پیست هیچ وقت جواب نمیگیره. آدم دو همیشه دو میمونه. برای یک بودن باید زحمت کشید، خاک خور. اگه واقعا میخوای برند بشی. یه نکته رو من بگم، جدا از این که رسیپی‌های طعم‌های اینا کاملا اختصاصی برای کمپ مزه زده میشه، سایزش هم اختصاصیه به 2 دلیل. 1، به خاطر اینکه انحراف مصرف پایین‌تری داشته باشه. 2، به خاطر اینکه ما بر اساس سلایق پرسنلمون آماده سازی نشه و همه ابعاد یکسان برای مشتریامون آماده سازی بشه. به خاطر همین کراکوف ما بذار راستی این اصلا بهت نشون بدم، حیفه. ببینن چی دستشون میدیم. نگاه کن، 2 مدل پنیر داخلش میاد، طعمش بی نظیره، واقعا بی نظیره. بافت گوشت، حالا اونایی که تو کار تولید باشن متوجه میشن، نرمی باف، سفتی باف، نشون دهنده چند درصد از خمیرهایی که استفاده میشه است. ولی یکی از پرطرفدارترین آیتمای ما همیناست. این آیتم هات مازورلا مونه که تیکه از این پنیر میاد و این هات دگ اختصاصی مون و اینا تو ظرفای مخصوص آماده سازی میشه. خیلی ها فکر میکنن اینا هات داگ ها، کراکوف ها، هیچ کدوم پخته نیست. دورتون بگردم، همه اینا پخته است. 70% طبخ کارخونه‌ای داره،
بخارپز و هواپز میشه و نیاز به 30% نهایی تبخ داره. اگر اینا بعد از پخته شدن میبینید تغییر رنگ مثل یه هاتداگی که مستقیم تو روغن میندازید نداره، یکی از علتاش میدونید چیه؟ چون یه خمیری دور اینا گرفته و حرارت غیر مستقیم به این میرسه. در اصل پخته است. وقتی شما مغز اینو باز میکنی میبینی پنیر پخته شده است و از داخلش بیرون میزنه، یعنی این پخته شده است. ولی چرا شما این حس رو میکنی؟ مثل مغز کتلت نمونه خونگیش یا مغز کباب روی کباب، چون حرارت مستقیم میبینه رنگش فرق داره. مغز کباب و کتلته میبینی رنگ خامطوری داره ولی پخته است. آیا شما نمیخوری؟ میخوری، به به چهچه هم میکنی، ایرادم نمیگیری. چرا؟ چون میگی این پخته است، از رنگ رو ظاهر قضاوت داخلشو میکنی. اینم هم همینه، چون خمیر میپزه این حرارت غیر مستقیم میبینه میپزه ولی تغییر رنگ پیدا نمیکنه. یکی از مزایای این محصول هم همینه، جذب روغن پایین تری داره نسبت به اینکه مستقیم انداخته میشه و پخت میشه. عزیزم سس بخوره؟ مرسی. یه کوکا قوطی به من بدین آقا مصطفی. تمام غذاهای ما بدون اغراق با عشق درست میشه. هر غذایی که تو منوی من میاد با بقیه منوها یه فرقی داره. اگر من این غذا رو نزنم دو روز بعد حواسش رو نکنم تو منوم نمیارم. هر چیزی که قشنگ و ترنده رو درست نمی کنم. خدمتت گلم. یه دقیقه وایس چنگلم بهت بدم. یه قربان. میشه جا. بذار از علت کمپ مزه بگم. ما کمپ مزه رو زدیم که دیتاتون رو ارزون تمام کنیم و با کلاس. این خیلی مهمه. این نکته ایه. که این دیتا ارزون و با کلاس تمام شه. کلاس هم بذاری اینجوری. خب بعد از این که رفت داخل خمیر مخصوصش، این میاد داخل پودر چهار رنگمون. هر کدوم از این پودرها طعم دار شده است، من مخصوص همون آیتمه. این هم همون کراکوف جذاب است. ما متاسفانه سرخونه برقیمون امروز خراب شده و مجبوراً تو سرخونه گازیمون میذاریم. این سرخونه مخصوص داریم که تو دستگیرهای خودش 12 تا کنداک همزمان میپزه و وارد کردیم و اولین دستگاه تو ایران هست که تخصصی کنداک میزنه. ولی خب اینا هم پختش بد نیست، ولی خب اونا خیلی اصولی تر از جانب من. خب اینجا داریم آیتما رو میزنیم، هر کدوم تو پودر سوخاری مخصوص خودش میره. اون یکی هم که الان مازارل کریسپی ما خدمتتون میزنیم. ذره بزنیم به این سوسه. دلت خواست؟ حالا بهتون نکتهشو بگم. گفتیم چون حرارت غیر مستقیم میره مغز پخته است و 30% بیشتر تبخ میره. مثل ژامبون که شما خام میخوری پختش هم میخوری، هیچ ایرادی نداره، هیچ عوارضی نداره، این کامل پخته. چرا؟ چون اگر نپخته بود این حرارت به این مغز نمیرسید این پنیر آب بشه. ولی چون غیر مستقیمه ظاهرش به این شکله. خمیر رو میبینی کاملا پخته، ظاهرش به این شکله ولی کاملا پخته است. نشونش هم اون نسبر گذاشتم برای خوده. بنا به درخواست مشتریمون سس دلخواهشون هم میزنیم، خردل، کچاب و رنچی که خدمتون گفتم. یه نکته رو بگم، با تمام آیتمایی که هاتداگ داخلش هست حتما خردل تست کنید، چون اصلا این خردل راز خلقتش برای هاتداگه. یعنی آیتم‌های ترکیب هاتداگ خردل حتما باید باشه، یه طعم خاصی داره، اون گازه بعدش میترکه، اصلا بی‌نظیره، واقعا بی‌نظیره. فقط کافیه یه مقدار طعم شناس باشی. چند دقیقه خدایش از این گذشته، سرد سرد ها. حالا بعد از اینکه اینو گرفتم میخوام بافت کورنداگ رو بهت نشون بدم. خمیر رو نگاه کن.
میگم کورنداگ با سوخاری یه فرقی داره، فرقش همینه، همین خمیر است که دیگه تموم شد. اون دوره‌ای که یه نون باگت بگیری و کاهو گوجه و خیارشور اون هاتداگر بذاری لاش بعد تست کنی، تموم شد اون دوران. الان وقتش چیه؟ وقت اینه که تو یه طعم جدید بگیری، کاهو گوجه خیارشور رو دیگه نذاری تا تو رو از طعم اصلی غذا دور نکنه. یه شعار متضاد ما تو برندمون داریم، کلا عاشق چالش هم دیگه. اینجا تنها کمپیه که معتادت میکنه. میدونستی کش پنیر هم مثل ترشی میمونه، باید به دست بیاد. همین پنیر رو بدم دست تو نمیتونی اینجوری کش بیاری. برای جام بریم یه کمپیر برات بزنم که ترکیه بهترش رو میخوام برات بزنم. این سیب زمینی ها مثلا من حرارت درونش رو بگیرم، حرارت رو نگاه کن. بعد از اینکه کمپیرمون رو باز کردیم ادویه مخصوص رو داخلش میزنیم، نمکم میزنیم و از همه مهمتر نکنید یه چیزی من بهتون بگم کنار فین داشته باشی، منم یادگار، اگر رفتین یک جا جزئیات کیفیت اونا تشکیل میده. مثال میزنم کره رو شاید همه بزنن، ولی اینکه چه کره ای بزنی اختلاف قیمت و کاست من متفاوته. من میتونم کره حیوانی بزنم، حالا مارکش مهم نیست که تبلیغش نشه، ولی عرضم بخیر میتونم کره مارگارین بزنم که به نظر من کره مارگارین با کره حیوانی قابل قیاس نیست. و این نکته خیلی مهم اینه که حتی اگر غذایی گرفتین و از اون مجموعه و به صورت بیرونبر سرو کردید، یکی از نشونهایی که میتونید بفهمید صاحب اون کانسپت به اون غذا چقدر اهمیت میده که داره به شما میده، به سوسای کنارش دقت کنید. سس تگ نفره میتونه مثلا از مارکای معتبر و گرون استفاده کنه و با کیفیت، میتونه از همین سایز و ابعاد متفرقه استفاده کنه و ارزون و کم حجم و بی کیفیت. اسمش منم سس دادم، ولی اون کجا و آن کجا؟ یه سری نکات ریز هست که ما آشپزا اینو میبینیم و بهش دقت میکنیم، شاید عوام مردم به این موضوع زیاد دقت نکنن و من وظیفه دارم بگم. حالا شما خودتون تصمیم میگیرید. چربی پنیر رو نگاه کن، آب نیستا، چربی پنیره. این پنیر میاد موقعی که داره این سیب زمینی ترکیب میشه با این، میاد داخل این دوباره چیز میشه، ترکیب میشه با ادویه و همون نمک و کرهی که زدیم. حالا اگه مشتری به ما بگه آقا من کره دوست ندارم، پنیر دوستم، نمیزنیم، هیچ مشکل نداره. هر کدوم از تاپینگ‌های سبزیجاتشو بگه نمیزنیم، باز مشکل نداره. ولی ما میگیم استانداردمون اینه. حالا شما هر آن چیزی که میخواهی بگو نزنیم، یا میخواهی بگو بیشتر بزنیم. به این باف که رسید پنیر رو کامل هم زدیم، این یعنی کار آماده است. یه نکته خیلی مهم شاید بهتون بر بخوره، ولی من میگم یه آشپز همیشه باید این کارو بکنه. دهنی نه، اینو جدا کن توی دستت، تست هم تا نکنی، ولی اینکه بارها زده باشی ممکنه اشتباه بزنی. الان این به نظر من ادویهش کمه، اگر من این تست تعمل نکرده بودم متوجه نمیشدم. مردم در مقابل واقعیت ها مقاومت میکنن، 4 تا کامنت منفی هم میذارن، ولی واقعیت اینه. اگر شما دوست داری دروغ بشنوی، جاش اینجا نیست، حداقل تو کمپ مزه نیست. چون من همیشه به بچه‌هامو میگم یه تیکه از غذایی که میزنید قبل از صرف حتما تست کنید. مثل من الان جدا میکنه میاد. این یه تیکه از غذایه بهتر از اینه که کل این غذا بی طعم و بی مزه دست مشتری برسه. حالا میریم سراغ سوساش. لایه سس اول میخوره، لایه سس رنج، بعد میریم سراغ تاپینگ سبزیجاتش که میذاریم.
خیارشور و ترشی کلم. چون سلیقه‌ای هست ما زیاد نمیزنیم، ولی ترشی کلم اونو خودمون میزنیم و اون حالت اسیدی زیاد رو نداره مثل بقیه جاها که خیلی ترش و تیز باشه، اذیت کننده باشه. سلام، خوش اومدین. الان دوباره میاد لایه نهایی کارمون، یه سس روی کار میخوره و میره برای تاپینگ نهاییش. دوست داری برات اسپشیال بزنم، مرغ بزنم یا کراکوف؟ اسپشیال هات داگه، کمپیل اسپشیالمون و سوسیسای روش. همین فلفل هالوپینو میاد، میشه اسپایسی. بدون فلفل هالوپینو و سس گلوریا میشه اسپشیال. با کراکوف میشه کراکوف، با چیکن. بر اساس تاپینگ های پروتئینی روش نامگذاری شده. تا قبل این هادا کلی تاپینگ کمپیر ها یکیه. این آیتمه دیپ چیکن ماست که ترکیب سیب زمینیه. جون اون در میاد، ما بایی میکنم بریزیم. خب دوباره روش سس میاد، دوباره دیپ پنیر میاد. سس زیاد نمیزنیم که سیب زمینی هاشون خمیر نشه. بعد این آیتم های توپی کرنداگیمون که داخلش مرغ هست، بینی دور خمیر اینا، همیشه من میگم این مرغ سخاری نیست، مرغ با خمیر کرنداگ زده شده و طعمش بسیار متفاوت. بعد از همون لایه نون اومده دور محصول قرار گرفته. اینم که بهتون نگم، دیپ پنیرشه داره و بینیم که نیماییش کنیم. قرمز به من ها، نصرت باید من یاد بگیره، ما سالت نمیریزیم. اینم ساندویچ کرنای کمپ مزه است که بازم برای اولین بار در ایران زده شد، که خمیر مخصوص داره و کاهو، گوجه خیارشور و هر چیزی که شما رو از طعم اصلی غذا دور کنه ازش گرفته شده. از سر تا ته یک دست هات داگ سیب زمینی داره، روشم تاپینگ های مختلف که اینی که الان میبینی سس چلیت های اومده و دو مدل سس به نام هات پپرونی. خب یه کوکا هم داشتین شما عزیزم، الان میدم خدمت. نوشه جانتون. اینم پنکیک های ژاپنی که برای اولین بار تو ایران دوباره کمپ مزه. اینا همون پنکیک هایی که تو ژاپن برایش صف با میستن و به قیمت ما حدود 300 تا 500 هزار تومن تو کانسپت های مختلف قیمت داره. من الان دو مدل پرطرفدارش رو دارم براتون میزنم، دبل پنیری و شکلاتی. شکلاته هم طعم شکلات فندق نوتلاه که ما تو ظرف سسمون می‌ریزیم. مصطفی شکلاته چون غلیظ بود از این سوراخ‌ها نمیاد بیرون، شکلاتش رو زدیم، دبل پنیرش هم می‌زنیم، دوباره لایه روش میده. کلن از این دستگاه حدود 7-8 تا دستگاه تو ایران وارد شده که اون 7-8 هم فقط برخی از شعبات حتی کمپ مزه دارن، همه شعبات ندارن. شعبه هم که الان میبینید مجیدی شمالی ما توی تهران، خیابان استاد حسن بنا، خیابان نبش کوچه اردستانی، پایین تر از میدان ملت. خب پنکیک ژاپنی ما هم آماده است. این سری خیلی پر شکلات شد. پنکیک های دهیانی ژاپنی برای اولین بار در ایران در کمپ مزه. این آیتمی که مشاهده میکنید پنکیک دبل پنیریه. تستش هم بکنم فردا نگه چسب چوب بود.
سب کن قشنگ قورتش بدم فکر نکنم دور انداختی. یه مدل دیگه هم هست، اینم پرطرفداره، شکلاتیه. این هم فوق‌العاده خوشمزه است و من طعمش رو شخص دوست دارم، ولی خب سلیقه‌ایه. برای بعد از غذا، قبل غذا، میان وعده میتونید استفاده بکنید. معمولاً روزایی که من خودم خیلی شلوغم میام تو شعبه دوستات از اینا میزنم، میرم دنبال کارام تا 4 بعد از ظهر. هر ساعت یه دونه میزنم. خب چی شد که شد کمپ مزه؟ دلیلش میدونی چی بود؟ همیشه دنبال یه کانسپت غذایی بودم که همه جا دیدنش، میشناسنش ولی تو ایران نیست. همه حواسشو میکنن ولی وجود نداره. و هیچکس تخصصی اینو ارائه نمیداد تا اینکه ما کمپ مزه رو زدیم و دیدیم این اسم چقدر به این آیتم غذایی میشینه و اسمشو گذاشتیم کمپ مزه. با افتخار همیشه به پرسنل خودم هم میگم جای جایی که داری کار میکنی مهمه. من با افتخار باهرا گفتم، بازم میگم، از دم سینک ظرفشویی کارمو شروع کردم. از چند سال پیش شاید یه دونه تخم مرغم تا حالا نیمرو درست نکرده بودم، ولی علاقه من شدم و روز به روز لاین‌های مختلف رو تجربه کردم و تخصصی یاد گرفتم و رشد کردم. مهم نیست الان کجایی، مهم اینه که اون جایی که هستی و به نحو احسن انجام بدی تا پله پله فضای رشدش برات فراهم بشه. عزیز دلم خیلی لطف کردی. مرسی مرسی مرسی. خب آدرس این شعبه جدیدمون هم خدمتتون میگم، تهران مجدیه شمالی، نرسیده به میدان ملت، نبش کوچه اردستانی، کمپ مزه.